بسم الله الرحمن الرحیم. خب ضمن خیر معظم مجدد به کلیه برادران و خواهران شما که امروز حضوری در خدمتتون هستیم و چه عزیزانی که با قوه یا بالفعل از طریق شبکه آپارات این جلسات رو دنبال میکنن، انشاءالله که تعطیلات نوروز بر همگی خوش گذشته باشه و با یک انرژی قابل وصفی هم رو پی بگیرن و انشاءالله تمام هموطنانشون رو به خدمت بگیرن که مشمول داستان ریچارد پیمن قرار نگیرن، یعنی حفظ نکنن، بلکه یاد بگیرن و قطعاً هم امکان یاد گرفتنش وجود داره. جلسه دهم هست که ما در خدمت عزیزان هستیم و به نامون این هست که یکی از درس‌های اصلی رشته مهندسی منابع آب بود که گلوگاه ورود به رشته است. گلوگاه ورود به رشته مهندسی منابع آب و شاخه‌های مختلفی که این رشته میتونه داشته باشه و خب به لحاظ اینکه بحران آب و خشکسالی یا ترسالی هم پیش روی ما هست، لحظه به لحظه که از کورس سپری میشه حتما باید این سوال رو در خودمون نهادینه کنیم که این کورس چجوری در مجموعه دروس که تو رشته عمران ما میگیریم قرار میگیره، چه ارتباطی با سایر رشته ها داره و چجوری ما میتونیم این رو عمقی یاد بگیریم که بعد ازش دیگه دروس دیگه استفاده حداکثری رو ببریم. گفتیم ما تو این کورس اگر بخوام یک جنبندی، یک تیک ای مسیج، یک پیامی رو از قبل از عید به بعد از عید منتقل کنیم و بعد با اون شروع کنیم کار رو جلو ببریم، گفتیم ما توی رشته مهندسی منابع آب کلیه شاخه ها دنبال دو تا میدان هستیم، میدان فشار، میدان سرعت. میشه موبایلتون رو جمع بکنید؟ میدونین این ضبط میشه و بعد مستند میشه و بعد مشخصی که این موبایلش فعاله. خب معلوم هست که موقعی که موبایل فعال باشه دیگه جسم روح و جسم و مغز اینها که نمتون درج و کار بکنی یه چی میشه؟ عرضم حضورتون دنبال دوتون میدان هستیم، میدان فشار و میدان سرعت. چه موقع میفهمیم که این مسئله که به ما داده شده این مسئله تمام شده؟ لطفاً دقت بکنید، خیلی مهم است. چه موقع ما متوجه میشیم که این مسئله که به ما داده شده نهایتاً این مسئله از نظر ما حل شده است؟ موقع این مسئله از منظر ما حل شده تلقی میشه که ما میدان فشار و میدان سرعت رو برای اون مسئله به دست بود. محاسبه میدان فشار و میدان سرعت در چارچوب درسایی که تو رشته مهندسی راه و ساختمان میگیریم چه کمکی به ما میکنه؟ میتونم بگم یه جورایی درس مکانیک سیالات میشه درس بارگذاری. شما اگر میدان فشار رو داشته باشید مثل اینکه میدان نیرو رو دارید. اگه میدان نیرو رو داشته باشید میتونید برید بگید مثلا دیواره مخزن رو با چه ضخامتی، با چه فولادی طراحی بکنیم که قادر باشه فشار ناشی از برخورد آب خودش رو تحمل بکنه. این نهایتا واقعیتی هست که برای این درس مترتب هست که چجوری از میدان فشار استفاده میشه، چجوری مرتبط میشه به رشته مهندسی راه و ساختمان به لحاظ هویتی. گفتیم میدان فشار و میدان سرعت چهار تا آرگومنت داره. چرا این چهار تا آرگومنت رو مطرح میکنیم؟ چون امروز تو کارشناسی، فردا تو کارشناسی ارشد، پس فردا تو دکترا که شما خواستید دروس مرتبط با رشته آب، حالا عمدتا دروس رشته آب تو کارشناسی دارید، اجباری هم هست، تو کارشناسی ارشد ممکن بگید دیگه نجاتم دیگه آب نیست، ولی اگر رفتی جیوتکنیک هم باز آب هست. چرا؟
به این خاطر آب هست چون آب در محیط متخلخل حرکت میکنه. این آب که در محیط متخلخل حرکت میکنه یه پرپرشر ایجاد میکنه که تو مکانیک خاک باش برخورد بکنه. ممکن میگه نه من خاکم نمیخوام برم، من میخوام برم سازه. بازم آب با شما هست. چرا آب با شما هست؟ چون خواستی یه سازه بتونی رو طراحی بکنی، یه سد بتونی رو طراحی بکنی، این سد بتونی هدف بر احداثش مترتب هست. باید یه آبی رو مهار بکنی، باز باید بیتوانی با آب نیستی. اگه زلزله بیاد، اون نیروی ناشی از زلزله‌ای که این حجم آب به بدن سد وارد میکنه، باز با آب سر کار داری. لذا به نظر میاد که ما ای رشته آب رو انتخاب نکنیم، یا رشته خواب انتخاب نکنیم، ظاهراً با آب کار نداریم. ولی موقعی که به مسئله یه نگاه خریداری میکنیم، یه نگاه مشاوره میکنیم که تو مجلس مشاور دیسیپلین های مختلف وجود دارن که میخوان شروع بکنن یک مسئله عملیاتی رو حل بکنن، میبینیم آب حرف آخر رو میزنه. یک مبحثی هست تحت عنوان Soil Water Structure Interaction، تعامل آب و خاک و سازه. انواع و اقسام پایان نامه روش دارن نوشته میشه که عمدتاً به این سوال میپردازه که چجوری ما میتونیم تعامل بین آب و خاک سازه رو که همه جام داره بشه. این فونداسیونی که میزنیم از یک نظر با خاک در تماس، از یک نظر هم اگر چنانچه اون بیخمندان رعایت نشه با آب در تماس هست. لذا استدعا و خواهشم باز این پیامی هست که از قبل از عید میخوام به بعد از عید منعکس بکنیم، منتقل بکنیم، ناظر بر این هست که نگاهتون به درس های مختلف نگاه جزیره‌ای نباشه. فقط به درس نگاه نکنید، به مجموعه دروس نگاه بکنید، سعی کنید ارتباطشون رو با هم در بیارید. بدین مفهوم که فردا که وارد زندگی حرفه‌ای میشید، فقط یک درس نیست که شما باید ازش استفاده کنید یه مسئله مهندسی رو حل بکنید. اگر چنانچه به این سخنرانی که اخلاق مهندسی و توسعه پایدار هست فرصتی کرده باشید، تأمل کرده باشید، گوش داده باشید به این سخنرانی، میبینید سخنران اصلا از ابتدا تا انتهای جلسه اصلا صحبت از سرقت علمی نمی کنه. حتما کامنت من رو هم گوش گرفتید که تون سخنرانی یه نکاتی رو به سخنران منعکس میکنم. میبینیم اصلا این اخلاق مهندسی مربوط به سازه میشه و قطعا موقعی که این سوال توی درس تکلیف شماره دو عنوان یه سوال تر میشه، قطعا هم میتونیم از توش یه سوالی هم جای دیگه بپرسیم. لذا باز این نگاه سیستمی ایجاد میکنه که شما یه نگرش فرادی، یه نگرش جامع نسبت مسئله داشته باشید و ببینید چجوری میتونید از این با نفسا گلیم خودتون رو از آب بیرون بکشید. چهار تا آرگومنت بر این میدان سرعت و میدان فشار مترتبه. اسپیشال وریشن، میدان فشار با مکان تغییر میکنه. تمپرال وریشن، میدان فشار با زمان هم تغییر میکنه. اینهرنت رندومنس، ماهیت تصادفی برش مترتب هست و این میدان با جهت هم تغییر میکنه. ما آمدیم گفتیم خب میخوام ورودی به مکانیک سیالات داشته باشیم. این ورودو بسیار آنالوگ هست، بسیار مشابه هست با ورودی که به سالید مکانیکس داریم. تو سالید مکانیکس با ایستایی سازه ها شروع میکنیم کار رو، یعنی اولین درسی که رشته را سازمان میگیریم استاتیکه. اولین درس یا اولین فصلی هم که تو مکانیک سیالات شروع میکنیم تدریس میکنیم استاتیکه. اونتا هم گیم اونجا استاتیک آف سالید، اینجا میگیم استاتیکس آف فلوید یا فلوید استاتیکس. گفت میدان فشار یه تابعی هست از اسپیس، یه تابعی هست از زمان، یه تابعی هست از ماهیت تصادفی، که حالا همه اینها رو قطعا باید برای خودتون تفسیر کنید. اینهرنت رندومنس، مفهوم اینهرنت رندومنس چی هست و بعد هم نهانتن دریشن هم برای بیرید که اگر چنانچه بخواهیم به صورت ریاضی به این کمیات
نظری داشته باشیم و نخواهیم به صورت توصیفی به میسیمشی دایرکشنال وریبیلیتی. این هست که اسپیس رو متجلی ببینیم در اکس و وای و زد، زمان رو متجلی ببینیم در تی، ماهیت تصادفی رو در اومیگا و تغییرات با جهت هم با تتا. اول موقع که میگیم یه مسئله مهندسی حل شده توی چارچوب مکانیک سیالات، یعنی ما تکلیف تغییرات فشار با مکان، تغییرات فشار با زمان، تغییرات فشار با ماهیت تصادفی، تغییرات فشار با جهت رو کوانتیفای کرده باشیم، کمیت بهش بخشیده باشیم. همینطور در مورد میدان سرعت، با توجهی که ممکنه این باتری خوابیده باشه به خاطر 15 روزه، اینا روشن هست، ولی مخصوصا این ماهیت تصادفی یک بار دیگه یادآوری میکنیم که چرا میدان فشار از ماهیت تصادفی برخورداره، چرا میدان سرعت توی فلوفیل از ماهیت تصادفی برخورداره. اولین روی کرد یا نگرش برای ماهیت تصادفی میدان فشاری میدان سرعت این است که این یک کمیتی هست که باید اندازگیری بشه، و اندازگیری تو هر علمی باشیم، تو هر آزمایشگاهی باشیم، با هر دقتی، چه تو LBL برکلی باشیم، چه تو آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده مهندسی بخش مهندسی و ساختمان باشیم، هر اندازگیری و هر دستگاه مربوط به خطاست، کریسپ نیست، قطعیت نداره. این یک نگرشی است برای اینکه بگیم چرا میدان فشار و میدان سرعت ماهیت تصادفی داره. نگرش دوم برای اینکه این کمیت فشار و کمیت سرعت بگیم به اصطلاح متغیر تصادفی است، ماهیت تصادفی داره، این است که پیش بینیش با قطعیت همراه نیست. پیش بینی میدان فشار و میدان سرعت در داخل یه فلوفیل باید مدل بشه. مدل هم یعنی simplification of nature، یعنی این که طبیعت رو بیام ساده بکنیم. موقع طبیعت ساده میکنیم، شروع میکنیم فرضیاتی رو ترسیم میکنیم، دیگه عملا از طبیعت واقعی چطور میشیم؟ دور میشیم. این دوتا دلیلی هست که باعث تصادفی بودن یا ماهیت تصادفی داشتن این دو تا میدان میشه. خب یه درس همین الان برای دانشجوی دکترا داریم میدیم، عنوان درس هستش جو استاتیستیک، زمین آمار. عمدتا با این کار داریم، یعنی این رکن رکین تمام مباحثی که داریم تو اون درس میگیم همین امیدا هست. خب برای استاتیکس آف فلوی یا فلوید استادیس، ایستای سیالات که می‌دونیم چه مصادیقی نیاز هست که سیال ایستا باشه و چه مصادیقی هست که سیال می‌دونه فلوفیلی رو تولید بکنه، حرکت داشته باشه، همه نوعشو داره. تکلیف میدان فشار با جهت رو روشن کردیم. اگر سیال در حال سکون باشه، گفتیم اگر سیال در حال سکون باشه، یادتونم باشه، یادآوری میکنم که هر موقع خواستیم تغییر این دوتا رو نسبت به یکی از این متغیرهای پنجگانه یا شیشگانه روشن بکنیم، باید بقیه رو فریز کنیم. یعنی اگر خواستیم تغییرات با جهت رو چکار کنیم؟ به دست بیاریم، باید مکان رو فریز کنیم، زمان رو فریز کنیم، ماهیت تصادفی رو فریز کنیم تا بتونیم تغییرات با جهت به دست بیاریم. رفتیم برای سیال در حال سکون، به دست آوردیم که پی در جهت اکس و پی در جهت وای و پی در جهت زد یکسانه و مساوی است با پی است. یعنی در این سیال در حال سکون پی میدان فشار با جهت تغییر نمیکنه. در خصوص میدان سرعت چی میتونیم بگیم؟ اگه سیال در حال سکون باشه، بلا من این
آکولانی که باز کردم میخوام به این جهت بپردازم و گفته من موقعی مسئله من حل شده است که این دوتا میدان رو داشته باشه. توی ایستای سیالات حتی که از اسمش برمیاد سیال در حال سکونه یا با سرعت ثابت با حرکت خودش داره ادامه میده و این سرعت ثابت هم خودش مولدش نیست بلکه بهش تحمیل شده. مثلا شما موقعی که شروع میکنید یه چای رو هم میزنید که شکر در داخل چای حل بشه، اون قاشق چلخوری که شروع میکنید شکر رو هم میزنید محرکه دوران چای در داخل استکان هست. و بعد ما یه بحثی داریم انتهای این مبحث، این بحث از ریجید بادی موشن یا ترنسلیشن یا روتیشن که اونجا هم باید میدان فشار و میدان سرعت رو به دست میاریم. پس عملا اینجا میتونیم بگیم وی یا صفر. اگر چنانچه صفر نیست یه مقداری داره که از بیرون بهش تحمیل شده و مقدارش معلومه. این تکلیف جلد. بعد در خصوص مکان اگر چنانچه دوباره یا آپولال دیگری باز بکنیم اینجا بخوام تکلیف تغییرات میدان فشار و میدان سرعت رو با مکان هم تکلیفش رو سر کنیم، جلسه قبل دیدیم که اولا حتما باید سیستم مختصاتمون رو تثبیت بکنیم تا بتونیم صحبت از تغییرات میدان فشار بکنیم، چون تغییرات فشار بستگی تام داره به این میدان به اصطلاح سیستم مختصاتی که انتخاب میکنیم. سیستم مختصات یعنی چی؟ چه نوعهایی داریم؟ انواع و اقسام سیستم مختصات داریم. مثلا تو سیستم مختصات کارتزیان اکس و وای زد که معرف حضور همه هست، توی تصویر یک نقطه رو کره زمین کورنر سیستم سفیریکال هست، کروی. برای یه قابلی که داره داخل لوله حرکت میکنه بهترین سیستم مختصات سیلیندریکاله به صورت استوانه‌ای. حالا بعدا تو فصل بعدی با یک سیستم مختصات جدیدی هم آشنا میشیم تحت عنوان استریم رنگ کورنر سیستم که حالا بعد محاسنش رو در مقایسه با کارتزیان یا سیلیندریکال یا اسفیریکال خدمتون میگیم. خب دیدیم اگر سیستم مختصات رو برای فلوفیل این بگیریم، این رو بگیریم محور X، این رو بگیریم محور Z و قانون شست دست راست رو هم اعمال بکنیم تا بتونیم این وای رو تولید بکنیم، الان باید اینجا من شروع کنم دستم بزنم روی X به سمت وای برم تا چطور بشه؟ زد تولید بشه. میشه این؟ برای این سیستم مختصات که افق اکس و وای قائم زد باشه در آوردیم که دی پی به دی زد مساوی هست با منهای با. دوستان دقت بفرمایید که الان که من نوشتم دی پی به دی زد مساوی منهای دوما برای فلوید نوشتم. یعنی چی؟ یعنی هم شامل مایع میشه هم شامل گاز میشه، چون فلوید از دو تا عنصر تشکیل شده، یا مایع یا گاز. برای مایعات اگر خواستم از شر این عملگر دی خارج بشم، یعنی چی؟ الان محدوده، یعنی میدان فشار هنوز تعیین نشده. میدان فشار زیر چتر چیه؟ توتال دیفرنشیاله. برای که از زیر چتر توتال دیفرنشیال خارجش بکنم باید شروع بکنم تکلیف خودم رو با این گاما روشن کنم که این گاما با زن چجوری تغییر میکنه. اگر چنانچه سیال من از نوع مایع و مایع من از نوع آب باشه میتونم سیال رو تراکم ناپذیر فرض کنم، یعنی سیالم فرض کنم که گاما با مکان تغییر نمی کنه. با این فرض که گاما با مکان تغییر نکنه بیام بگم خیلی خوب
اگر چنانچه سیاری من نیکویی باشه برای نیکویی، اگر چنانچه سیار تراکم ناپذیر باشه مثل آب، این کامپرسبل فلوید دیدیم در میاری پی از افغان شناسه مساوی است با گاما ز به اضافه پی زیرا. یادتونم باشه که این معادله دیفرانسیل از فرست اوردره، یک معادله دیفرانسیل معمولی مرتبه یک، و همیشه یک معادله دیفرانسیل مرتبه یک یه ثابت اینتگرال داره، این پی زیرا ثابت اینتگراله و تغییرات پی با زد البته یک گامای هم اینجا باید علامت منفی بذاریم، چون این منفی که اینجا داریم اینجا خودش رو چیکار کنه نشون میده، منهای گاما زد به اضافه یه پی، به طور که الان اگر از طرف این من مشتق بگیرم میشه پارسل پی به پارسل یا دی پی به دی زد مثلا منهای گاما، اونم که چیه؟ ثابت. اگر چنانچه سیار من گاز باشه و تنها گازی که به وجود طبیعت پیدا میشه هواست، اینجا دیگه من نمیتونم سیار هوا رو تراکم ناپذیر فرض کنم، اینجا سیار هوا تراکم پذیره، یعنی دیگه من نمیتونم فرض کنم گاما ثابته، باید گاما رو متغیر بگیرم و شروع بکنم با فرض متغیر بودن گاما یا رو شروع کنم تغییرات پی رو با زد به دست بیارم. اینجا عملا یه بحث دیگری مطرح شد که جلسه آخر جلسه قبل سفر با حوزش پرداختیم، گفتیم تو ناحیه تروپوسفیر یعنی 10 کیلومتری سطح زمین میدان درجه حرارت یک نرخ کاهشی داره با ارتفاع، شروع کردیم این رابطه رو به این صورت نوشتیم، منهای رو چی به جای گاما ضرب در دی از د. حالا یک مطلب اضافه میخوایم امروز بگیم که جلسه قبل نگفتیم، جلسه قبل گفتیم این رو هست که داره با مکان تغییر میکنه و ما آمدیم برای اینکه از شر رو خارج بشیم آمدیم یواشکی زیرش این فرمول رو نوشتیم و میدان دنسیته رو تبدیلش کردیم به میدان درجه حرارت، یعنی گفتیم این رابطه رو میتونیم اینجوری بنویسیم، به جای رو میتونیم بزن پی بخش بده آره جی تی و بعدم جی دی از ای. بعد با استفاده از سپریشن آن وریبل پی رو بیارم این طرف دی پی به پی، بعد اون طرف هم هرچی موند ببینیم چی کار باید باش بکنیم، منهای جی بخش بده آر جی تی دیزه. من گرچه همچه بخوام این انتگرال رو حساب بکنم باید تغییرات جی رو با زد بدونم، تغییرات آر جی رو با زد بدونم، تغییرات تیرم واسه بدونم تا بتونم این تکرار رو حساب کنم. قبل از تعطیلات نوروز آمدیم جی و آر جی رو ثابت گرفتیم، فقط شروع کردیم تغییرات تیر رو در درجه حرارت دیدیم واسه گفتیم تو ناحیه تروپوسفیر تغییرات درجه حرارت یه نرخ کاهشی داره خطی هم هست
تو ناحیه استراتوسفیر یعنی از 11 کیلومتر تا 20 کیلومتر در جهت ثابته، حدوداً منهای 56 هست. ارتفاع پروازی هواپیما هم تو همین روه، یعنی اگر چون چیه فرصتی پیدا کردید انشاءالله در آینده، در گذشته چون به چشم خریداری به این صحبت میماندار توجه نداشتید، ولی در آینده اگر سوار هواپیما شدید لطفاً با دقت به گفتار اصطلاح مهماندار یا خود خلبان که الان میگه ما در یه ارتفاع پروازی هستیم، من اونان ارتفاع پروازی رو بحث به فوت میدم، مثلا میگن 30,000 پا، بعد اگر 30,000 پا رو تبدیل به متر بکنیم دو 10,000 متر میشه، یعنی مثلا ما تو اینترفیس بین تروپوسفیر و استراتوسفیر هستیم. نه جهرات مثلا ازش یعنی یا ازش میپرسی یا خودش میگه، میگه الان بیرون از هواپیما در جرارت منهای 56 درجه سانتیگراده. یا تون باشه موقع این رابطه زیر این میمیسی و با این دوتا رو هم ترکیب میکنی تذکر پایهی، این پی دیگه نسبی نیست. چرا؟ چون این پی که توی رابطه اگر گس را به کار رفته مطلقه، این تی دیگه نسبی نیست، مطلقه، یعنی به حسب کلوینه. امروز چیزی که میخوام اضافه کنم بهش، اون تا کامل حلش نمی کنم، به عهده خودتون میذارمش. What if چی هم با مکان تغییر کنه؟ اگر جی با زد تغییر بکنه، رابطه بین پی با زد چی جوری میشه؟ خب برای که من تکلیف تغییرات جی رو با ارتفاع مشخص کنم، میام از قانون جاذبه عمومی استفاده میکنم، میگم اگر چنانچه این کره زمین باشه، این هم یه توده هوا باشه، این کره زمین، این هم یه توده هوا که به فاصله اگر از اینجا تا اینجا آر کره زمین باشه، از اینجا تا اینجا هم زد باشه، من میخوام ببینم در این نقطه که فاصله زد از سطح زمین قرار داره جی چه تغییراتی با زد داره. میگم اگر چنانچه جرم کره زمین ام باشه، جرم این توده هوا ام کوچیک باشه، نیرویی که این دوتا رو به هم جذب میکنه وزن جسمی، همون MG، MG مساوی از با جی ضرب در M بخشی بر آر به اضافه Z، این ها رو بزرگی به توانه M زده میشه، تغییرات جی بر حسب زد چطور میشه؟ به دست میاد، چون جی و ام ثابت هستن، آر و جی و ام ثابت هستن، میشه جی ام بخش بر آر به اضافه زد، این میشه تغییرات جی با زد. تغییرات تی با زد رو هم باز بود تکلیف لایه رو شخص کنید. اگر تو ناحیه تروپوسفیر باشیم خطی، یه علامت من اینجا بذارم، اگر ناحیه تروپوسفیر باشیم تغییرات درجه حرارت با ارتفاع یه رابطه اینجوری داره، ای به اضافه یه بیزه که و بی معلومه، اگر زد صفر باشه تی معادل 15 درجه سانتیگراده و بی هم اسلوپ هست که هر یک کیلومتر از سطح زمین که صعود بکنیم به اندازه 6.5 درجه از درجه حرارت کاسته میشه. عملا با داشتن دو تا اطلاع میتونیم ای و بی رو به دست بیاریم. میتونم این دو تا اطلاع رو هم بنویسم که دوستان بعداً
دیدشون به مسئله ریاضی بشه، دیگه از هیدرولوژی بیان بیرون. در زد مساوی با صفر تی 15 درجه سانتیگراده، یادتون باید باشه که 15 رو باید تبدیل به چی کنی؟ کلوین کنی، بعد تو محاسبات از استفاده کنی. بعد اتنی زد تو ناحیه تروپوسفیر مشتق به زد، به مشتق تیر زد مساوی هست با منهای 6.5 کیلومتر یا درجه سانتیگراد به کیلومتر. ولی یکی ممکن بگه چطوری فهمیدی که بنویسی درجه سانتیگراد به کیلومتر و ننویسی کیلومتر بر پر دیگری سانتیگراد؟ کسی میتونه کامنتی بده روی این که چرا من ننوشتم کیلومتر بر درجه سانتیگراد؟ درس پیوسته است به هم، واقعا نمیتونید اینها رو از هم متفاهم بکنید. نگاه کنیم این باید از هم بینی عبادی رو چیکار کنه؟ ارضا کنه. یعنی این جملاتی که اینجا هستن باید همشون دیمانسیونشون چی باشه؟ تی باشه. ای که تی میشه اینا شد این کانسیستن یونیک، اینجا کلوین میشه. بعد مشتق تی نسبت به چی؟ زد میشه بی. بعد این بی باید یه واحد داشته باشه که در زد در ضرب میشه چی بشه؟ یعنی واحد لحظه درست در یعنی همین واحد که نوشتیم دیگه میشه، چون کیلومتر با کیلومتر زده میشه درجه حرارت داره میمونه. و عملا ملاحظه میکنیم که این دو تا اطلاع بهتون آبی رو میده و میدانه درجه حرارت رو بر حسب زد داریم. تو ناحیه استراتوسفیر یعنی از 11 کیلومتر تا 20 کیلومتر درجه حرارت یه مقدار ثابتی داره، منهای 56 درجه سانتیگراد. تو کتاب آقای مانسون پروفیل درجه حرارت رو داده و همه اطلاعات رو دارید و حالا من دارم به یه زمان متفاوتی میگم که تنوعی هم توش باشه. برای چه اینجا؟ چه اینجا میتونید از این چیز استفاده کنید؟ ما توی جلسه قبل از ای که برگزار کردیم عملا فرض کردیم که جی ثابته، حالا میگیم what if جی با این قانون مشخص بشه. برید تغییرات پیمدان فشار رو با زد تو ناحیه تروپوسفیر و تو ناحیه استراتوسفیر با فرضی که جی این باشه به دست بیارید. و بعد یه دفعه سوال علمی‌تر هم میتونیم بپرسیم. این سوال علمی‌تر ناظر بر این است که اگر ما تغییرات جی با زد رو نبینیم با ببینیم اینها دوتا رو هم اوورلی کنیم، میدان فشار رو یه بار میدان فشار بر حسب جی و تی یعنی جی رو ثابت بگیریم بریم میدان فشار بر حسب زد به دست بیاریم، یه بار میدان فشار رو بر حسب به دست بیاریم که جی رو متغیر بگیریم، اینها رو هم اوورلی کنیم رو هم بکشیمشون تو محیط اکسل، کجا شروع میکنن از هم فاصله میگیرن؟ کسی میتونه کامن سنسش رو به خدمت بگیره بگه هرچی ارتفاع بیشتر میشه تغییرات فشار خیلی بیشتر میشه، یعنی نگیم تغییرات فشار، این دو تا منحنی اصلا فاصله میگیرن. آقای مهندس سجادی آقای مهندس کنجکاو شو، من توی این انجامش ندم ولکن نیستم، خب چی کار باید بکنم تو بتونم این کار انجام بدم؟ تا کنون این کار کردم یا نکردم؟ بیام تو محیط اکسل یه نمودار بکشم کشتیم؟ برای کی بکشیم؟ برای مجموع بشیم، برای مجموع بشید آفرین. بچه ها این نرم افزار مهندسی مثل فرزند باید بایشون بزرگ بشید. از امروز اراده بکنید بگید من دنبال یک کلاس میگردم. خانم
شاسیا. من با فرزاد هستم که شاسیا. امروز اراده کنید دنبال یک جایی بگردم که اکسل رو پروگرامی، اکسل پروگرامی ماکرو نویسی تو اکسل رو من یاد بده. حالا آقا من سجادی میگه باید مجبور بشم. من میگم نه اینو نگو، بگو اراده میخوام بکنم سال 1401 آخر سال آبدینی ببینم بگم هرچی برنامه ماکرو بخواه بخواه باید من برم بینیستم. این 8 جلسه ای که من تو آپارات گذاشتم که سر کلاس یک ظرف آب معدنی بردم، مثل همین ظرفی که اینجور جلسه قبل نشون دادم، گفتم کف ظرف یا بدنه ظرف رو سوراخ میکنیم، آب شروع میکنه یا مایه شروع میکنه تخلیه میکنه. 8 جلسه دو ساعته روی صحبت کردم، آخر کارم ربطش دادم به روندیابی سیلاب تو مخزن. بعد روندیابی سیلاب تو مخزن رو هم چون درس آنالیز عددی رو دادم، خواهشون دقت بکنید درس آنالیز عددی و ماسبات عددی رو دادم، رفتم اونجا هم برانچ کتا شروع کردم، ماسبات رو با مکرو نویسی انجام دادم. اصلا تو خوش خودتون نمی گنجید موقعی که به اینجا برسید. از یک مسئله ساده ای که همه تون میتونید تو خونه تون تجربهش بکنید، برو تو رمالیابی سیلاب تو مخزن. بعد چه ربطی به تز کارشناسی ارشد آبدینی داره؟ تز کارشناسی ارشد آبدینی بین کردن گنجایش صفحات مخزنی بوده. نگاه کنید چقدر با هم اینا ارتباط دارن. اراده کنید حلقه های گم شده رو پر بکنید، شروع کنید از این آب گلالو مایه های ریز و درشت رو نظیر آقای آل ابراهیم درست گفتم فامیلتون رو بگیره. من دیگه این حل نمی‌کنم، یا تو امتحان میدم یا تو تکلیف میده. کدوم بکنم شاسیا؟ تکلیف. چی؟ از افان شناسه. خب این هم تکلیف استدعا میکنم. چی؟ یعنی تو امتحان هم اگه بدید چون سوال رو میدونیم الان از اون نظرم حالا به هر حال همون نگاه کنیم، نگاه کنیم امتحان که میاد یه مقداری شاخک ها حساس میشه، درسته؟ بله. ناخودآگاه شاخک ها حساس میشه، ولی یادتون باشه لحظه به لحظه دارید امتحان. صبح یکی از دوستانم از آمریکا تماس گرفته، شروع میکنه نقل مسائل اجتماعی صحبت میکنه، خوب میگه چون ما رو هم میشناسی که توی درس ها فعال هستیم، میگم کاکا جون همه حرف ها که زدی خوب، روز رستاخیز باید بتونی از کارهای که کردی رفا کن. تمام، چون خودت هستی خدای خودت، نه پدرت نقشی داره، نه مادرت نقشی داره، نه مقلد کی هستی نقش داره، مقلد هر کسی هستی، خودت و خودی خوده. ببین چی کار کردی تو دنیا. یه مثال دیگه براشون زدم، مثلا برای شما جالبه، هر کدوم از ما عمرمون چقدره؟ ابدیه. یعنی چی؟ عمرمون ابدیه. بینایته ها؟ بینایته تو دنیا چقدر بشه؟ انسان بشه. حالا یکی 100 سال، یکی 50 سال، یکی 20 سال، یکی در بعد تولد. اگر این عدد محدود 20 30 50 40 رو بر بینایت تقسیم بکنیم چقدر؟ صفر. تو قرآن چندین جا میگه موقع روز رستاخیز هستی نگوی دنیا که میکنید انگار یه چشم به هم زدنه. حالا هر کدوم شما 20 چند سال داره؟ 22 سال داره نه؟ 19. ببخش حواظم نه 20 سال. یادتون بیاد گذشت 20 سالش گذشت.
آیا آبیده میشه توصیه برای ما داشته باشه که چجوری با اومده عمرمون رو سپری کنیم؟ چرا نه؟ چرا نه؟ تو چه عرصه پیشنهاد میخواد؟ ها؟ آبیدین اگر یه بار یه بهت فرصت بده از سال 56 لیسانس رو شروع کنی چی کار میکنی؟ دوتون همز و مستقلاتش ریاضی و فیزیک. ریاضی و فیزیک همه مباحث حتی علوم مذهبی. من یه سری یادداشت تو شبکه مجازی تو گروه جز هستم شروع کردم، روش دارم مقاله رو یادداشت می‌نویسم. همه مقالات سوالشون مشترک، آیا بین زندگی علمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و معنوی ما ارتباط وجود داره یا نه؟ سال 2009 یه مقاله‌ای رو نوشتیم توی جورنال با این فکتور بالای 5 پابلیش شده. تو مقاله از هیدرولوژی به مخاط رسید. سه تا پلات جنوب اونتاریو، ایالت اونتاریو، بعد یک مدر یک دو تا پلات هم توستان کوکلوبای رحمت در بعد 500 کیلومتر گرفتیم و نشون دادیم تغییرات پستی بلندی از یه بارون تغییر میکنه، نظم داره. لذا اصطلاح و خواهش هم این هست که من الان اینجور مکانی سیالات درست نمیدم. چی دارم درست میدم؟ ریاضیه. ریاضی شما قوی باشه عالی، کم هیچ کم نداری. خب بیا گردن بیام اینجا. تکلیف با مکان مشخص شد، هم برای مایعات هم برای گازها. تکلیف با زمان هم چون ما استاتیک سافلوید داریم، خواهش کنم دقت بکنید، سیارمون در حال سکون هست، چه فیلم بگیریم از فلوفیل چه عکس بگیریم از فلوفیل فرق نمی‌کنه، چون فیلم هست که زمان توش میاد، عکس که توی زمان نمیاد. پس بنابراین فلوفیل اون با زمان تغییر نداره، یعنی مشتق پی نسبت به تی صفره، مشتق وی نسبت به تی صفره. اینم میگه اینجا اینجا که صفر هست مشتق وی نسبت به تی، اینجا هم مشتق وی نسبت به تی صفره، چون وی از بیرون تغییر میشه یه مقدار ثابتی هم داره. حتی اگر چنانچه وی با مکان با زمان هم تغییر کنه از بیرون هم تغییر بشه، یعنی اگر شتابدار داشته باشه این ریجید بادی موشن ما، باز چون از بیرون تعمیل شده ما تغییرات و اینان صورت و زمان رو هم میدونیم، چون از بیرون تعمیل شده حتی اقلی یه شتاب ثابت هست، میگیم بیم سایه ایتی رضا بیزه رو مثلا یک سوال میشه بفرم، از بیرون تعمیل شده چه زمان مثلا از خودش تعمیل بشه؟ موقعی که شما شروع میکنید این آب رو، آب که تو این ظرف هست رو شروع میکنید تخلیه میکنید، یا شروع میکنید این سوراخ اینجا میکنید که آب خودش اوتوماتیک تخلیه میشه، از بیرون چیز تعمیل نمیشه بهش. گرادیانی که دارید که بین سطح آب توی این و این پایین اختلاف وجود داره، شروع میکنه آب تخلیه میشه، یعنی فلوفیلیش. اینجا دیگه نمیتونید فرض بکنید که میدان فشار با زمان تغییر نمیکنه. مثلا همین مثال ساده که کف ظرف یا دیواره ظرف سوراخ بکنید و آب شروع کنه حرکت بکنه، اولا دیگه میپذیرید، شک هم ندارید که اگر چنانچه من یه ظرفی داشته باشم، خواهش کنم دقت بکنید، داخل این ظرف یه مقدار سیار باشه، حالا هیچ استن هستید، هیچ تغییر نمی کنه. من شروع کنم اینجا یه سوراخی بکنم، آب شروع میکنم چیکار میکنه؟ بیرون میزنه، یه حرکت پرتاب خودش میگیره و بعد این سطحی دائم چطور میشه؟ میافته. آیا عکس و فیلم جواب یکسان میده؟ نمیده.
شما دارید میبینید که صد داره میفته. حالا با چه ملاحظاتی شروع میکنیم مثلا حل میکنیم میرسیم بهش. فعلا چون غالب فکرمون تلقیمون از تدریس پرابلم بیسد لرنینگ هست، آموزش مبتنی بر حل مسئله هست، یه مسئله تو ذهنمون شکل گرفته که اگر چند چیز سوراخ اینجا بکنیم که مدت طول کتاب داخل این ضبط تفریح بشه، هم طوری هولوشی ساده داریم مباحث رو میگیم که برسیم به حل این مسئله. البته جلو جلو هم پاسخش رو توی آپارات تو 8 جلسه گذاشتیم و نهایتاً به روندیابی سیلاب تو مقصد ختمش کردیم. حالا قدم بعدی که تغییرات به مکان گفتیم، تغییرات به زمان هم گفتیم، ما یا تصادفی که داستانش جداست یا اندازه‌گیری یا پیش‌بینی یا ما نداریم فعلا. تتا هم که برای استاتیکس آفلو تکلیفش اینجوری روشن کردیم، سوال بعدی که ما خواهیم مطرح بکنیم این است که ما میدان فشار و میدان سرعت رو چجوری اندازه‌گیری کنیم. یعنی همین آیتمی که اینجا آمد پرشه میشه و بعدش هم به لاستی میجرمت. خب ما میخوام فشار اندازگیری بکنیم، یه کمی یه احساس پیدا بکنیم از این فشاری که میخوام اندازگیریش بکنیم تو بعد تشنه بشیم نسبت به اینکه چجوری باید اندازگیریش کنیم. بچه اگر رفتید آشپزخونه شروع کردید شیر آشپزخونه رو باز کردید آب نیمد، یعنی چی؟ سوالات زنتون شکل گرفت. همین الان که این مطلب مطرح کردم شکل گرفت که نگیده شیر در شیر باز میکنید، مخصوصا اگه طبقات باشید آب نمیاد. تو حمام هستید صابون رو نمیدونم انواع و اقسام رو کلتون هست دوش قرد میشه، چطور شده؟ حالا آقای مهندس کریم پور یه فاصله یه 15 روز حال زاید منم حالا یک کمی هم خسته کنی برداره بکنی جاتون خالی بود. دختر ما آموزش در نبردی دیده فارغ التحصیل همین جام هست و بعد گفتش بابا حتما من باید شما رو ببرم در نبردی. گفتم حتما باید دارم بودی باشه جاتون بسیار خالی بود. تنگ قاسمی کیا رفتن تنگ قاسمی؟ هیچ کس. تو شبکی بزنید تنگ قاسمی یورنال کنید تو میسید، واقعا یورنال کنید تو میسید فروده با تنها حدودی هم 12 تا چیز داشت، فرود داشت، بعض از فروداش هم حدود 25 متر یعنی ساختمون 8 متره داشتی باید با چیز میمدی پایین، با تناب میمدی پایین. من برای اولین بار خیلی با آب کار داشتم متوجه شدم واقعا با آب نمیشه گرامیز شد، واقعا نمیشه با آب گرامیز شد. یکی از حالای شد براتون میفرستمش با این توضیحاتی که دادم، چون اونایی هم که بعدا میبینن حتما با این توضیحات چیز میشن. ارتفاع فرود حدود 25 متر بود، ما رها کردن وسط کار همه بدنمون گرفت آقا میمن هیچی دیگه. از پایین میگفتن برو دست راست، از بالا میگفتن برو دست چپ. پایینم که هم وقتم با لباس عباسی باشتم، الان پروفیل اونم من نگاه بکنیم با لباس عباسی باشتم. اینم مسئله آب و فشار اینها که ببینید نقل چی میخوایم صحبت بکنیم. اولین مطلبی که میخوایم نقل اندازگیری فشار بگیم این است که بگیم این فشار اتمسفری که همه ما هست اطرافمون ممکن شم نمیتونیم بشیم،
اگر خواستیم اندازگیریش بکنیم از چه ابزاری استفاده کنیم؟ این که دیگه اثر من از شمسه. راه که داریم میریم اطرافمون فشار اتمسفر فرا گرفته. وسیله ای که برای اندازگیری فشار جو مورد استفاده قرار میگیره زمان تیغلیش ها. الان فکر کنم بعضی از موبایل من نداره این توانایی رو، بعضی از موبایل ها این توانایی داره که آپشن یه گزینه داره که به شما فشار جو رو هم میده. بارومتر هست. بارومتر چیه؟ یه وسیله هست برای اندازگیری فشار جو. فشار جو چیه؟ هم فشار که اطرافمون هست، فشار هوا. میخوام ببینیم اگر من این نقطه وایستدم بخوام فشار جو رو اندازگیری بکنم چی کار باید بکنم. همه دانشش هم دارم، همه دانش مورد نیاز برای اندازگیری فشار جو در این نقطه از کره زمین رو من دارم. یک ظرفی محتوی جیوه انتخاب میکنم و بعدا از تو میپرسم میگم چرا این ظرف محتوی ها باشه مشکل پیدا میکنم. حواس باشه. چی؟ ما الان بگیم یا بذاریم بعدن الان نگیم. احتمالا دوره دبیرستان خوندیم. داشتیم دیگه. دبیرستان داشتیم؟ اون داشتیم آنهاش دیگه. این حتی ها رو حالا یواش اتفاقا یکی از بحثایی که تفاوت بین علم و هنر رو باعث میشه این هست که آقای مرد سجادی 76 رو شنیده ولی تو عمقش نرفته. تو از آزمایشگاه هیدرولیک تکنسیان ها که من اول از همه میرم آخر از همه هم از آزمایشگاه میام بیرون، هر از کوی ساله که دانشجوها از مستر تکنسیان های آزمایشگاه میپرسن دقت میکنن. این نکته تو ذهنتون باشه، شما ترپ نشید، تله نیفتید تو این مشکل رو موزن. بچه ها اونی که علامه دهره دست به آچارش خوب نیست، اونی که دست به آچارش خوبه پشتیبانه نظری نداره صحبت باشه. ما چی میخوایم های آلای ارائی؟ جفتش میخوایم. هم مسلط به مبانی نظری هم آچار دست. حالا انشالله بناهای آبر رو هم داشتیم اونجا خیلی خوب میفهمید معنی آچار به دست یعنی چی. یکی بیاد منحنی مشخصه پمپ رو تدریس بکنه، پمپ ندیده باشه، یکی رفته باشه تو چا پمپ نصب کرده باشه، چقدر فرق میکنه؟ زمین تا آسمون فرق میکنه، زمین تا آسمون فرق میکنه. یکی پمپ رو تو چا رفته باشه نصب کرده باشه و بعد بیاد اینجا پمپ رو تدریس کنه و یکی اصلا پمپ ندیده باشه، خیلی فرق میکنه. یه ظرف محتوی جیوه. حالا داخل این ظرف محتوی جیوه اگر چنانچه ما بیان یک لوده که یه سرش بسته از جیوه پرش بکنیم، یعنی اول این لوده محتوی جیوه اینجوریه، این لوده محتوی جیوه رو وارونه کنیم، یعنی مثلا دست رو بذاریم اینجا یا یه چون ممکنه خطر هم داشته باشه و یه سازوکاری واروش کنیم بزنیم شویی، چه اتفاق میافته؟ کسی میتونه بگه واقعا چه اتفاق میافته اگر این ظرف محتوی جیبه رو وارونه کنیم بزنیمش داخل این ظرف محتوی جیبه؟ چرا؟ این چرا مهمه؟ چرا؟ علتش مهمه که چرا دقیقا این فضایی که این البته این فضایی هم که ایجاد میشه یه پدیده دیگه هم گفتیم تو پدیده هم اینجا اتفاق میفته. اولش خلأ هست، بعدش چطور میشه؟
بعد شروع میکنه اون مولکول های کیله از داخل کیله فرار میکنن میرن بالا. یعنی اولش ویپر پرشر جیوه هست، ببخشید خلأ هست اونجا، یعنی فشار خلأ اونجا. بعد به تدریج شروع میکنه و یک بخار جیوه ایجاد میشه که اشباع هم نیست. بعد از یک مدتی چطور میشه؟ تعداد مولکول هایی که از سطح جیوه فرار میکنن با تعداد مولکول هایی که از فضای تولید شده بالا برمیگردن داخل یکسان میشه، اینجا میگیم این فضا از بخار جیوه چی شده؟ اشباع شده. یعنی عملا اگر چنچین جما خواستیم بگیم پیه این ناحیه چی هست، اینجا باید بزنیم پیه بی، اینجا هم بزنیم چی بچه ها؟ جیوه. خب من یه جایزه دیگر هم تعیین کردم. جایزه چی بود خانمه؟ که بتونیم بدون استفاده از فیلوات دیاگرام عمل کنیم. اینجا اگر شانش خواستم من این مسئله رو حل بکنم و فشار جو رو به دست بیارم، باید برم همونطور که هنر بود تو استاتیک کجا رو استیبله کنم که فکر آزاد بکشم که به سوال من پاسخ بده. اینجا هم هنره که من فکر آزاد رو برای چی بکشم که به من چی رو بده؟ فشار جو رو بده. اگر چنانچه من برم برای این ناحیه که هاشو زدن پیکره آزاد ترسیم بکنم، مدعی هستم که پیکره آزادی که برای این ترسیم میکنم به من قادر هست فشار جو رو بده. خب عملا دیگه این دیگه میکانیک سیانات نیست، ایشون استاتیک که من باید نیروهایی که روی این پیکر آزاد اثر میکنن چیکار کنم؟ شناسایی کنم، بگم چون نه در جهت ایکس حرکت دارم نه در جهت وای حرکت دارم، شروع کنم تعادل استاتیکی رو لحاظ کنم و از تعادل استاتیکی به چی برسم؟ به اون مشغول مسئله برسم. خیلی نیروهایی که روی هستن در دو نوع هستن، نیروهای جسمی نیروهای سطحی. نیروهای جسمی یکیش نیروی وزن، نیروهای سطحی. تعریف نیروهای سطحی چی بود؟ نیروهای سطحی نیروهایی هستن که در نتیجه جدا کردن جسم از محیط اطراف روی جسم اثر میکنه. اینجاها فشار جو، خب اگر چنانچه اینجا فشار جو هست من این رابطه رو هم دارم که پیزه مسای منهای گامازه به اضافه پیزه رو، یعنی عملا روی این سطح افقی همه جو فشار چیه؟ اینجا اگر پی آتموسفیر باشه اینجا هم پی آتموسفیر. چرا؟ چون یاد گرفتم اگر سیستم مختصات من باشه تو سطح افقی فشار تغییر نمی کنه، فقط تو ارتفاع تغییر می کنه. در حال تیجه سطح افقی فشار همه جا یکسان. اگر چنانچه شروع بکنم اینم بزنم اونجا هم فشار ناشی از بخار اشباع جیبه و بعد بگم مجموع نیروها در جهت محور باید مسایی و صفر یه جهت مثبت هم انتخاب بکنم که وسط کار دفعه قرار دادا به هم نخوره، هر نیرویی که به سمت بالا هست چی؟ مثبت، هر نیرویی به سمت پایین هست منفی. عملا این نیروی که دفعه بالا هست می شود پی اتمسفر ضرب ای. این ای چی هست خانم آقای سجادی؟ ای سر مقدر بوده است یا سطح مخته سیال هست. این به طرف بالا هست منهایه. نیروی وزن، برای که نیروی وزن به دست بیانم باید بیام بگم
گامای جیوه ضربه در حجم آبی که توی نایه هست، حجم نایه آبی که توی نایه هست هستش ای ضرب در اچ جیوه. این اچ جیوه یعنی این فاصله. ای ضرب در اچ جیوه هستش چی؟ صد حجم جیوه، حجم جیوه ضرب گامای جیوه میشه وزن جیوه. این نیروی چیزم به طرف پایینه میشود پی خاتمس پی وی اچ ضرب در اچ مساوی با چرا صفر؟ چون حرکت نداره، چون این سیار که من دارم براش پیکر آزاد ترسیم میکنم حرکت نداره. همه جملات یه دونه ای دارن، ای ها حذف میشه، پی آتمسفیر میشه مساوی گامای جیوه ضرب در اچ جیوه به اضافه پی وی جیوه. حالا خانم مهندس شاسیاف زحمت میکشه با استفاده از موبایلش میگه فشار بخار اشباع جیوه چقدر. ویپر پرشر مرکوری، مرکوری ویپر پرشر یا ساتوریشن ویپر پرشر. خب حالا این آقای مهندس سجادی که از دبیرستان فهمیده یا متوجه شده که عرضم حضورتون فشار جو 76 میلی متر جیوه هست، اینجا یعنی چی؟ تو این فرمولی که ما به دست آوردیم خانم شاسیا این عددی که به ما داد میفهمید که در مقایسه با این آلموس ناچیزه میدارن به دست میده. مرکوری ساتوریشن ویپر پرشر این عدد رو به دست میاره، این کانسیستنت یونیت. اگر چنانچه من طرف این را بدارم به یه دونه گامای چیز تقسیم بکنم پی آلموسفیه بخشی بله گامای جیوه مساوی با اچ جیوه به اضافه پی وی جیوه بخش برای گامای جیوه. عددی که تو ذهن آقای مرد سجادی از دوران دبیرستان شکل گرفته این هست که این اچ جیوه 76 میلی متر. یعنی اگر خواست فشار جو رو بر حسب پاسکال بده با چیکار کنه؟ باید بیاد بگه این دمار باید ضرب در 76 میلی متر این کانسیستنت یونیت بکنم تا بر حسب پاسکال به دست بیاد. یعنی نه 76 میلی متر 760 میلی متر جیوه، نه 76 760 میلی متر جیوه بخش بر 1000 بکنم تا بشه متر، بعد 76 صدام رو ضرب در دمای جیوه کنم که 375 هست، عملا فشار جو لازمه. یه زحمتی بکشید به شرط که این ناچیز باشه پی آتموسفیه مساوی با 13.55 این واحدش هستش کیلو نیوتن بر متر مکعب ضرب در 760 یا 76. این عدد رو براتون آشنا هست این عدد چند؟ 355 ضرب در 76 میشه 10.290 کیلو پاسکال. حسابتون میگه از کجا هست؟ اگر تو اون جداول پروپرتیز آف واتر نگاه بکنی این فشار جبه 355 ضرب در 76 10.298 کیلو پاسکال. اگر چنانچه یکی بگه آیا بدیدی میشه به ما بگی چرا حتما باید توی این ضرب جیوه بریزیم؟
پاسخ. اگه آب میخوای بریزیم خیلی ارتفاعی چیز میگه میتونید بگید چقدر هست؟ ده. خب ای بازم این همینجور نکته هست که بای من سجاده علاق من هست بدونی که ده از کجا به دست اومده؟ کافی شما بگید این قدر مساوی هست با گامای آب ضرب در اچه آب بعد گامای آب رو برید از تو جدول مربوطه بخونید میدونید روی آب هزاره ضرب در 981 بشه میشه چقدر؟ میشه 981 کیلو نیوتون بر متر مکعب. تکرار میکنم این گامای آب مساوی است با روی آب ضرب در چی؟ روی آب هزاره ضرب در 981 هم متر بر چی هست؟ مجذور ثانیه هست و من این گاما می شود مساوی با 981 کیلو نیوتن بر متر مکعب. چون این هستش کیلو گرم بر متر مکعب، این هم هستش متر بر مجذور ثانیه، می شود کیلو گرم متر بر مجذور ثانیه یعنی کیلو نیوتن. حالا که من دیگه هزارش تبدیل به حالا 981 را اگر چنانچه این 10^298 رو بخش بره درست میگم 981 چه؟ بذارید این رو هم همین عدد خودش رو بذاریم 1000 کیلو گرم بر متر مکعب در واقع دیمانسیون چیز هست، این هستش واحدش الان نیوتن بر متر مکعب. بعد اگر چنانچه این کیلو پاسکال هست رو بنویسیمش 10^298 ضرب در 10^3 میشه نیوتن بر متر مربع مساوی با گاما هستش 9^81 ضرب در 10^3 اینم اچ آب باید 10 بده 41 میده. کسی میتونه بگه علتش چی هست؟ 355/76 این 76 نباید باشه، باید 76 نباید باشه. نگاه کنید 760 میلی متر جیوه اگر به متر تبدیلش بکنیم میشه 76 درست. من فشار دارم 10,000 اون درسته، اون یکش باید درست باشه، در تماسیم چند؟ 10,000 یکش درسته، بعد کدوم؟ میگم از اون که به قبلش درسته، احتمالا تو محاسبات درست آمدن آب این گاموی آب الان این دیمانسیون فشار هست بر حسب کیلو پاسکال، اگه ضرب در 10^3 بشه میشه پاسکال. بعد هستش گامای آب ضرب در اچ آب. حالا گامای آب روی آب ضرب در جی روی آب. جدولی که بهتون دادیم روی آب چقدر هست دارید که حتما جدول هست؟ هزاره دیگه، هزار واحدش هستش کیلو گرم بر شاید مثلا این 355 درست نیست. شما به دست آورد یه چیز جیوه رو؟ نه میگم استاد من که فشار جب در به توان 5 پاسکال نیست، در به توان آخه درسته دیگه، در درسته این 355 که ما میگیم چوگالی جیوه هست یا این چوگالیشه؟ این چوگالیه، یعنی جی اس جیوه هست 355.
اگر چنانچه بخواهم ببینیم چگالی جیوه چجوری به گمای جیوه مربوط میشه، این هستش گمای جیوه بخش بر گمای آب. یعنی عملا گمای جیوه که اینجا باید قرار بگیری یک گمای آب هم میخواد. یعنی عملا اگر چنانچه شما این محاسبات جلو بری یک گمای آب هم اینجا باید بذاری. درست میشه دیگه؟ درست میشه. نه درست میشه الان این گمای آب و گمای آب هم زده میشه اچواتر میشه دو درست. این 355 specific gravity هست نه چیز، یعنی باید در گمای آب سرد بشه تا بشه گمای جیوه و بعد باقیش درست در میان. حالا این هوا که به وفور تو طبیعت یافت میشه، نحوه محاسبه فشار جو به همین شکل ساده هست. الان موبایل هایی هستن که به شما فشار جو رو میدن. ما برای کار مهندسی مشاور که هر از گاهی میریم بیرون، من میبردمش مثلا تو دهه 80 دستگاه رو توی کلاس و بارومتر رو نشون میدادم. یادم هست داشتم میمدم از کانادا بعد از فارغ التحصیلی و چون مهندسی مشاور حاصل گفتم داری میاد یه دونه از این بارومترها برای ما بگیر بیان، که اونجا با عرض دولت و عرض بازار گرفتم براشون آوردم. بعد خودم هم به خاطر همین میبردم این سر کلاس پنشونشون میزدم میچرخوندمش بچه ها دستگاه رو ببینن. ولی تو خود کتاب آقای مانسون و همینطور کتاب آقای وایت هم نمونه از این وسیله که برای اندازه گیری فشار، یعنی همه نست کالیبرش کردن که با خودتون که حملش میکنید میتونه فشار جو رو بده. موبایل ها، وسایل نقلیه، اتومبیل هایی که میرید توی اتفاق مختلف بهتون قادر هستن نسخه جدیدش فشار جو رو به صورت دیجیتال بهتون بدن. و اما هنوز که تو میدان فشار هستیم، بیان بگیم پنیان چنانچه در داخل یه میدان جریانی بودیم. مثلا خواستیم یک لوله‌ای داره آب در جهت عمود بر تابلو توی این لوله حرکت میکنه، ما میخوام با دانش زمان تیغریشا که الان دیگه اینطور نیست، میخوام با استفاده از دانش زمان تیغریشا فشار سنتروید این فلوفیلی که داخل این جریان داره بور میکنن به دست بیاریم. اولین خواهش میکنم دقت بکنید، اولین و ساده ترین وسیله‌ای که برای اندازه‌گیری فشار داخل این لوله به در جامعه علمی 2300-400 سال قبل معرفی شده اسمش هستش پیزومتر. پیزومتر چی هست؟ بس این بارومتر رو گفتیم، من میخوام نام پیزومتر صحبت کنم. یادم هست تو یک تشنگی ایجاد کنم برای پیزومتر، رفته بودیم صد قیر، دانشجوی مکانیک سیارات برده بودیم صد قیر سلمان فارسی بالای فیروزآباد، از متولی صد خواستیم بیاد شروع کنه توضیح بده. همونطور که داشتیم راه می‌رفتیم روی بدنه صد، یه دفعه متولی صد گفت اینجا ما یه پیزومت داریم. بچه‌ها همه‌شون برگشتن نگاه من کردن گفتن چی چی؟ آقای آمینی پیزومتی که شما گفتید که این نبود. این چی چی گفت؟ و اینجا ما یه پیزومتری داریم. تشنه شدیم؟ حالا بیاد ببینید پیزومتری که روشون گفت و پیزومتری که اینجا میگیم چجوری به هم ربط پیدا میکنه. پیزومتر مثل یه لوله شلنگ ترازه. خب اینو اینجا یه بوشن میذاریم، یه لوله حالا مدرنه چیش بست میکنیم. چطور میشه؟ آب توی شروع میکنه این فشار بیشتر از فشار جو باشه میاد چی؟ بالا میاد شروع میکنه اینجا یه ارتفاع بایست.
حالا به مجرد که من این ساختار رو گفتم همه معترض میشن که این سر تا پاش که اشکام داره، پیزومتری که 300 سال پیش براندازگیری فشار مورد استفاده قرار میگیره تکامل پیدا کرده، مشمول ایوالوشن شده براندازگیری فشار. اولین دستگاه ها پیزومتر بودن. یک سوراخ اینجا میکنیم، یه گوشن نصب میکنیم، یه لوله مدرجی اینجا بس میکنیم. جهت حرکت آب از این بری ها از این بری نیست. ممکنی بگی آقا را بده این جمله که گفتی یعنی چی؟ میگم آه این را بده ما برای چه ماده که دست بوده؟ این را بده ما برای سیال سکون ساکن به دست بوده. اینجا این آب در داخل لونه داره در جهت همون برتابلو حرکت میکنه. آیا ما میتونیم از این استفاده کنیم؟ نه. اگر چنانچه یه شرطی برقرار باشه میتونیم. آیا ببینیم این شرط اگر نگفتیم اینجا جایی هست که تسلسل و ترتب مطالب از بین میره، یعنی اون پیش نیازه رو باید برطرفیم که چرا میتونید اینجا هم در این جهت براندازگیری فشار از این رابطه استفاده کنید یا این رابطه. به زمانی به زمانی فشار در اینجا اگر اسمش رو پی در نقطه هی بذاریم هستش از اینجا تا اینجا اچ سر در دمای سیال به اضافه فشار جبر اگر چنانچه بخواد مطلق باشه. اگر بخواد نسبی باشه که فشار در نقطه ها میشه اچ سر در جی. پس بنابراین برای پیزومتری که به این شکل ساده هست میشه یه چه ضرب در گام. حالا یکی که بیام اشکالات این دستگاه رو بگیم چه اشکالات این دستگاه داره. یه اشکالش که جلو جلو هم از سجادی گفت هم اینجا موضوعیت داره هم اینجا. ما اینجا چرا از چیه استفاده میکنیم؟ هفتاد چیش میلیمتره؟ 76 متره، یعنی کمتر از 1 متره. اینجا اگر چنانچه سیال داخل این آب باشه یه سیالی باشه که سبک باشه یه اتفاقی خیلی زیاد میشه و ممکنه اون دستگاه ما اصلا نتونه اندازگیرش بکنه، یعنی سرریز بکنه نتونه. یکی از اشکالاتشی هست که این دولو بروش بذاره. بچه اگر چنانچه فشار پی ای کمتر از آتموسفر باشه چی دو میشه؟ فسفر، فسفر، فسفر به جایی که به جایی که آب تو لوله بره بالا یا سیال داخل لوله بره تو بالا هوا وارد لوله میشه نمیتونی درمز میگیم. اشکال دو. اشکال سوم، اگر داخل لوله به جای که سیال داشته باشیم گاز داشته باشیم چطور میشه؟ سطح آزاد به خودش نمیگیره. اگر چنانچه گاز داشته باشیم میاد متساعد میشه اصلا امکان اندازگیری فشار. پس سه تا اشکال داشت. اشکال اول طول لوله زیاده برای ما که فشار لوله داخل لوله زیاده. اشکال دوم اگر فشار داخل لوله کمتر از فشار جو باشه به جایی که سیار تو لوله بره بالا هوا میاد توش. اشکال سوم هم این است که اگر چنانچه سیار داخل این لوله گاز باشه اصلا سطح آزاد به خودش نمیگیره. حالا من سجادی میگه یه چیز گفت یاد رفت که بگی خب قد شرایط از این رابطه میتونی استفاده کنی. اینو من یادم رفت بگم. بچه اگر خطوط جریان تکرار میکنم خطوط جریان خطوطی که بعدم تعریف میشم استرینگ لاین ها چی هستن اینجا مستوی بودن، یعنی اگر از این بغل اینجا من نگاه کنم یه همچین لوله‌ای میبینم خطوط جریان مستوی باشن. حالا بعد میگیم خطوط جریان چی هستن تا
توزیع فشار عمود بر حدود جریان هایدروستاتیکه. تکرار میکنم، اگر حدود جریان مستقی باشن، حالا ممکن باز من سجادی میگه توی این کار شما اصلا خوردی که همه چی رو به استدلال بگی، من از کجا از شما بپذیرم که اگر حدود جریان مستقی بودن عمود بر حدود جریان توزیع فشار هایدروستاتیکه؟ My response is going to say be patient، صبور باشی. یکم باید صبور باشی تو برسیم بهش، به دینامیک مقدماتی سیارات رو برخورد کردیم. میگیم اگر حدود جریان مستوی بودن، شما میتوانید توزیع فشار رو هایپوستاتیک بگیرید. یعنی عملا اینجا توزیع به اصطلاح حدود جریان عمود بر تابلو هست، به شرط حالا ممکنه که آقای من سجادی بپرس بگه آقا یه مثال بزن که حدود جریان مستوی نباشن. بله بیا اینجا، اینجا میرسی به یه خمی، اینجوری میشه از اینجا تا اینجا خطوط جریان چه هستن؟ اینجا خطوط توزیع فشار هایدروستاتیک نیست. بعدا که دینامیک سیارات رو گفتیم، دلیلی که باید خطوط جریان مستقیم باشن تا توزیع فشار هایدروستاتیک باشن رو با استدلال منطقی که با عقل و منطق با درایت سازگار هست رو خدمتون خواهیم کرد. خب این ست اشکاله با ما هست، چجوری میتونیم مرتفعش کنیم؟ مرحله بعد، قدم بعد، استفاده از یوتیوب مانومیتر هست. شور اینجا رو میخوای بگیری؟ آره، مثلا بگیرم و مثلا برای کلاس میگیرم خب من یازونم شروع کردم، یک باید تمام بکنم، همین یوتیوب رو میگم و همین رو به خدا بسپرم. یوتیوب بانم میگم یک لوله‌ای داریم، عمود بر تابلو آب داره در شرکت میکنه، خطوط جریان هم مستوی هستن، یعنی این جهان نیست که خطوط جریان منحنی میشن. میخوایم فشار در این نقطه رو اندازه‌گیری کنیم، منتها فشار به گونه‌ای است که اگر از پیزومتر استفاده کنیم، یا طول لوله پیزومتر خیلی زیاد میشه، یا فشاری که در این نقطه هست به مراتب کمتر از فشار جو از هوا وارد لوله میشه، یا اصلا این سیاری که داخل این هست گازه، اصلا آب نیست یا مایع نیست. یوتیوب برای غلبه برای سه تا مشکل آمد. چجوری از ساختارش اینجا یک سوراخی میکنیم، حالا عملا باید یک کمی فاصله من بیشتر گرفتم که بتونم شکل رو بکشم. همطور که از دستش برمیاد یه سیاری که بتونه بر کمبود یا چیزی این غلبه کنه. مثلا ما اینجا اگر چنانچه بیایم یک سیار اینجا بریزیم که اینها متفاوت باشه، این سیال که ما اینجا نقطه ه هست، این سیال که اینجا هست مثلا گاماش گامای جیوه هست، و این سیال هم که اینجا هست گاما هست. ما میتونم هوا هم باشه، چون این جیوه باعث میشه که این هوا از لوله خارج نشه.
سوال اون این است که فشار در ناحیه ها چقدر؟ با دانشی که از اینجا به دست آوردیم میتونیم بریم فشار در ناحیه ها رو حساب بکنیم. برای که محاسبه رو جلو ببریم میایم اینجا یه خطی میکشیم به خاطر که اینجا سیار داره عوض میشیم. اسم این نقطه رو یک میذاریم، اسم این نقطه رو دو میذاریم با این هم سطح، اسم این نقطه رو هم سه میذاریم. خب شروع میکنیم از نقطه A میان پایین. بچه موقعی که میان پایین فشار چی دو میشه؟ اضافه میشه. موقع میریم بالا فشار چی دو میشه؟ کم میشه. پس بنابراین اگر کسی این پایین اومدن و بالا رفتن رو برای اولین بار نخواست به پذیره، شروع کنه بیاد اینجوری استدلال بکنه، بگه پی در نقطه یک مساوی است با این فاصله، حالا اسمش بذارید یک، ضرب در گاما این سیار به اضافه پی نقطه یک. این طبیعی فشار در نقطه یک هستش، این ستون به اضافه فشار در نقطه یک. بعد فشار در نقطه یک با فشار در نقطه دو چی دوره؟ برابر. چرا؟ چون سطح افقی داریم حرکت میکنیم. بعد فشار در نقطه دو هستش گامای این فاصله رو اگر از شمچه بذاریمش H prime هستش، H prime ضرب در گامای جیوه به اضافه پی آتموسفیر. حالا همه این سه تا رابطه رو که با هم ترکیب بکنیم فشار در نقطه یک بر حسب اطلاعات H و H پرنج تو میشه حساب میشه. چجوری؟ میان اینجا به جای P1 میذاریم P2، به جای P1 میذاریم P2، بعد به جای P2 هم میذاریم این. پس بنابراین این میشه مساویه با H پرنج همای جیبه به اضافه P آتموسفیر. پس به پی ای میشه مساویه. اینی که ببریم اون بعد میشود H پرنگ گامای جیبه منهای H گامای این سیار به اضافه پی آتموسفیر. یعنی اولا پی ای میشه مساویه. اگر نخواهی اون چیزی که گفتم رو حفظ بکنی، ولی اگر چند بار اینجوری عمل بکنی بعد برید سراغ اون روش کردن، میخوام بهتون بگم ملکه میشه تو ذهنتون. نگاه کنید این روش کلاسیکی هست که هیچ تعبد چیزی درش نیست، تکلفی درش نیست برای یاد گرفتن این نحوه محاسبه فشار. یادتونم باشه که این فشار جب فشار که به دست آوردم در نقطه A اگر اینو بذارم این میشه چی بچه ها؟ آبسولوت میشه. اگر چنانچه اینو نذارم فقط همینو بگیرم میشه چی؟ گیج پرشر. تو ذهنتون باشه این خود این گیجه با آتموسفر جمع میشه میشه آبسولوت. و اما اگر نخوام از این روش طولانی استفاده کنم میگم اینجوریه پی ای دارم میام پایین بس میشه به اضافه چقدر؟ به اندازه هیچ ضرب داره گامای این سیار میرسم به این نقطه، از این نقطه میبرم به این نقطه، بعد میخوام برم بالا چطور میشه؟ کم میشه، میشه گامای جیبه ضرب در چی؟ هیچ کنن مساوی با چی؟ اینو مرتب شده میشه همه. یعنی چی مرتبش کنی؟ یعنی ناتو بیارید اون بعد میشه همین که اینجوره. اگر چنانچه یک کمی هم این رو سنتز کنیم یعنی پی آتموسفیر رو بنویسیم پی ای رو مساوی این به جای این گامای جیوی رو مثلا فرض کنید سیارتون آبه و بعد این به جای گامای جیوه هم پس بنابراین می شود H پرایم ضرب به جای گامای جیوه هم بذارید اسپسیفیک گرویتی جیوه ضرب در گامای آب منهای
دمای آب ضرب در H. حالا میتونید هم فعلا فرض کنید پیه یکه. اگر چنانچه برید این پی ای رو میتونیم ساله اینجوری بدیم پی ای گیج مساله اینجور میتونید بیاد از گامای آ فاکتور بگیرید گامای آ فاکتور بگیرید بگید هستش اچ پرایم ضرب در جی اس منهای اچ پرایم منهای اچ بعد بگیم اچ چه رابطه ای با H پرایم داشته باشه تا فشار در بوده H سنگی بشه سه تا گزینه اتفاق میفته این سه تا گزینه رو هم مرور کنیم توی اشکال دیگر این روش رو هم پیدا کنیم بچه ها اگر چنانچه H پرایم جی اس دقیقا مساوی با H باشه فشار در نقطه H چقدره؟ صفر چون این با این مساوی بشه صفر بشه اگر چنانچه پس بنابراین اینجا P اتمسفیر P نقطه A صفر بشه کلمه گیج هم هست اگر چنانچه H پرایم GS بزرگتر از H باشه چطور میشه؟ پی نقطه A گیج مثبت میشه و اگر چنانچه H پرایم جی اس کوچکتر از H باشه اینجا عملا پی اتمسفیه میگم پی A جی منفی میشه علال اصول میبینید کلیت یوتیوب مانومیتر ایراد خاصی بهش وارد نیست تقریبا هر سه تا اشکال پیزومتر رو حل کرده اشکالات پیزومتر رو تکرار کنم اول اشکال پیزومتر این بود که این لوح خیلی طولانی میشد اگر فشار اینجا زیاد بود دومی اگر فشار داخل لوله کمتر از فشار جو بود به جایی که آب یا سیال داخل لوله بره بالاست هوا وارد لوله میشد و عملا انقطاع ایجاد میشد یعنی قطع میشد جریان اشکال سوم هم ناظر بر این بود که اگر داخل این سیال گاز بود گاز اصلا صدا آزاد به خودش نمیره یوتیوب من بوده در سبتان حل کرده اگر چنانچه نقطه سه اینجا بود چطور میشون؟ کسی میتونه بگیر؟ فشار تو نقطه ها بیشتر از فشار تو منوش من یه شکل بکشم سریع این نقطه A این هم اینجا رو بریدیم بالا رو اینجوری کردیم بعدن اینجا باید عملا از این بری بیاریمش حالا این سطح اینجا هست این سطح من اینجا کسی میتونی بگه چه اتفاق میفته اگر چنانچه به اصطلاح شاخه های چیبه به همیشه این شکل باشه فشار اتمسفر بیشتر از فشار هم ما هم چک میکنیم این نقطه که گفته شد باز این نقطه رو میگیریم یک این نقطه رو میگیریم دو و بخشی این نقطه رو میگیریم دو این نقطه رو میگیریم سه و شروع میکنیم با این روش بالایی میریم شروع میکنیم فشار رو به دست بیاریم پی ای البته نامگذاری هم بکنیم از اینجا تا اینجا رو بگیریم اچ از اینجا تا اینجا رو بگیریم اچ پرایم خب پی ای
چون داریم میریم پایین اضافه میشه تا برسیم به نقطه یک میشه گرمای این سیال اگه آب باشه میشه گرمای آب ضرب در هیچ بعد دوباره داریم میریم پایین بازم اضافه میشه میشه گرمای جیوه ضرب در هیچ برن مسایبا اگر چنانچه بذارم پیات مصفیر یعنی این ابسولوت میشه اگر بذارم صفر این چی میشه؟ گیج میشه اگر صفر بذارم اینجا پیه نقطه ای گیج هم یه عدد منفی میشه میمیستمش مصادر منهای رمای اتمسفیر در اچ به اضافه رمای کیبه در اچ برند این امکان وجود داره این امکان وجود داره که اگر چنانچه من تحلیل بکنم عملا این دوتا جمله که جمع میشن بیشتر از پی اتمسفر بشن چه اتفاق بیفته؟ اگر چنانچه میبینید که علاوه بر من باید اگر چنانچه این پی اتمسفر بود باید اینجا پی اتمسفر بذارم نه؟ حالا لطفا نگاه بکنید این منهای پی اتمسفر شده فشار در نقطه آ اینجا هم باید بذارم ابسولوت اتفاقی که میفته و عملا این یه مقداری با مشکل عمل کردش مواجه میشه این هست که این عدد منفی بیشتر از پی اتمسفر باشه اگر این عدد منفی بیشتر از پی اتمسفر باشه فشار مطلق در اینجا چطور میشه؟ منفی میشه و عملا منفی شدن این یعنی عملا جیوه شروع میکنه میاد تو آب یعنی بقول میاد معروف میگن چی چه قاطی کرده تو ماشین؟ آب روغن قاطی کرد یعنی عملا باعث میشه که جیبه بیاد با اون سیال بخاطر منفی بودن فشار و پایین بودن اتمسفر پرشه کاهش پیدا کنه من همونجا متوقف میکنم از حوصله همگی سپاسگزار هستم تا روز شنبه همگی رو به خداوند یکتا میسپارم